سلام. بار پیش از حماسه پایداری بنیانگذاران مجاهدین خلق در زندانها و ایستادگی آرمانی محمد حنیف نژاد گفتیم، از سکوت پرسلابتش در برابر بازجو و نه جانانهی که به شروط ساواک برای آزادی گفت. امروز روز گفتن از بلوغ اون حماسه است. امروز روز یادآوری بامداد خونین چهارم خرداده. در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده. صبح چهارم خرداد سال 1351 بود که روزنامه‌های ایران خبری متفاوت رو با حروف درشت تیتر کردند. خرابکار. شاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران رو به اسم خرابکار به جوخه تیر بارون سپرد. حنیف کبیر و یاران پاکبازش در برابر رگبار گلوله ها آغوش باز کردند و بهای آزادی رو با خونهای پاکشون پرداختند. داستان اعدام اون مجاهدان کبیر رو از زبان یک شاهد بشنوید. این قسمت رو از کتاب تاریخ سیاسی 25 سالی ایران نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی براتون نقل میکنم. گروهبان ساقی مسئول زندان قزلقلعه صبح روز 4 خرداد 1351 به سلول من آمد. رنگ پریده و عصبی می‌نمود. احوالش را پرسیدم. گفت: امروز شاهد منظره‌ای بودم که تا عمر دارم فراموش نمی‌کنم. حدود ساعت 4 صبح قرار بود حکم اعدام درباره حنیف نژاد و دوستانش اجرا شود. من هم ناظر واقعه بودم. هنگامی که به اتفاق یکی دیگر از مأمورین زندان به سلول او رفتیم تا او را برای اجرای مراسم اعدام به میدان تیر چیتگر ببریم، حنیف نژاد بیدار بود. همین که ما را دید گفت: میدانم برای چه آمده اید. آنگاه رو به قبله ایستاد و با تلاوت آیاتی از قرآن دستها را بالا برد و گفت: خدایا شاکرم به درگاهت، این توفیق را نصیبم کردی که در راه آرمانم شهید شوم. سپس همراه ما به راه افتاد. پس از انجام مراسم مذهبی در حضور قاضی اسگر، او را به طرف میدان تیر حرکت دادیم. در طول راه تکبیر گویان شکر گذاری می کرد و تا لحظه تیر باران بدین کار ادامه داد.
گویی به جشن می‌رفت. همچین رفتی تو فکر؟ آره تو فکرم. یکم بلند فکر کنم به چی فکر میکنی؟ شاید فکرات همچین خلاصه. ببین بنیانگذاران سازمان میتونستن شهید نشن، نمیتونستن؟ چطور؟ خب اگه میموندن اون وقت میتونستن خیلی کارا واسه این سازمان بکنن، بالاخره صاحبش بودن، میتونستن با یه ترفندی تاکتیکی چیزی لااقل خودشونو زنده نگه دارن. اینو واسه خودشون نمیگم ها، واسه حفاظت از همین سازمان میگم، واسه تضمین ادامه همین مسیر میگم. شاید اینجور افکار به ذهن شما هم خطور کرده باشه. در منطق معمولم بالاخره حرفیه واسه خودش. چرا محمد آقا برای زنده موندن خودش تلاش نکرد؟ به خصوص این که بعد از گذشت 3 سال از شهادت حنیف بنیانگذار و در شرایطی که تنها بازمانده مرکزیت سازمان یعنی مسعود رجوی در زندان بود، شاهد ضربه اپورتونیست های چپنما هم بودی، ضربه هولناک و سنگین که میرفت تا همه چیز یک جریان رو به ورطه نابودی بکشونه. پاسخ سوالاتی از این دست رو باید در ارزشی فراتر از اینها جستجو کرد. افق دید حنیف بسا بالاتر از این حرفا بود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای خدا را پیشه کند، خدا از بنبست ها نجاتش خواهد داد و از جایی به او روزی خواهد رساند که خودش هم فکرش را نمی کند. حنیف کبیر وقتی تصمیم به فدای خود و تمام مرکزیت سازمانش گرفت، شاید نمی دانست که خدا از قضا نزدیکترین عضو مرکزیت به خودش یعنی مسعود را به شکلی معجزه آسا با تلاش‌های دکتر کاظم رجوی حفظ می‌کند تا این مسیر ادامه یابد. نمی‌دانست اما ایمان داشت که شدنی است. به همین خاطر به خودش و یارانش اجازه کمترین محاسبه‌گری در این مورد را نداد و این مرگ سرفرازانه را با پیروی از پیشوای تاریخیش حسین ابن علی علیه السلام مشتاقانه پذیرا شد. اون اطمینان خاطر برای پذیرفتن مرگ آیا تنها یک شجاعت ستودنی بود؟ آیا حنیف نژاد به این که نامش به عنوان یک قهرمان در تاریخ ایران ثبت خواهد شد بسنده کرده بود؟ آیا به خاطر از دست دادن همه اون چه که با خون و دل برای ادامه راه ساخته بود متاسف و نگران و مایوس نشده بود؟ حنیف نژاد آگاهانه فدای خودش و بنیانگذاران رو پذیرفته بود و عجیب این که اصلا هیچ روحیه نگران و تاسف از این که همه چیز را از دست میده این همچین نگرانی اصلا نداشت. فهم این که آدم ببینه همه کسانی رو که خودش سالها تک به تک با خون دل پرورش داده و به عنوان کادر همه جانبه برای آینده جنبش تربیت کرده در چنگال دشمن هستند و بعد در روحیش هیچ خللی ایجاد نشه، البته که خیلی سخته. ولی محمد آقا نه تنها دچار لرزش و یأس نشد،
بلکه به عکس با ایمانی قوی تر به مسیر و راهش ادامه داد. بنابراین محرز بود که محمد آقا دلش به یه چیزی قرص بود. یک شب من اونجا بودم با برخی از برادران که شاید همینجا باشند، هم دادگاه بودیم، مثل محمود احمدی، مهدی فیروزیان، محمد طریقت. فردا عصر از بغل گوشم در حالی که اسممون رو خونده بودن که وسایلمون رو جمع کنیم برای انتقال به قصر، صدایی شنیدم. دیوار دقت کردم مرس بود، ولی نه مرس معمول که مثلا با انگشت میزدیم به دیوارها، فلزی بود که به دیوار میخورد. بچه ها صدا کردیم، با کمال شگفتی صدا گفت که من محمد حنیفم. من هم اسمم گفتم. گفت اینجا چه میکنیم؟ داستانا رو گفتم. بعد پرسیدیم شما چه میکنید؟ گفت دست و پام بسته است، آوردن بالای سر مهدی رضایی، ولی در کمیته مشترک کمیته و شهرباری اون زمان، ولی گفتم که نمیشناسمش. در همونجا به من و همه مجاهدین ابلاغ مسئولیت کرد و تعهدمون رو گرفت. و البته حسرت دیدارش دیگر بر دلمون موند، چون چند هفته بعد خبر شهادتشون بود. خون جوشان بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در جامعه اون روزگار غوغایی به پا کرد. دانشجوها، بازاریها، آخوندهایی مثل منتظری و رفسنجانی همراه با سایر نیروهای اجتماعی همشون به سمت مجاهدین رو آوردن. اطلاعیه حوزه علمیه قم در تیر ماه سال 1351. رزمندگان با ایمانی چون حنیف نجات ها، سعید محسن ها، بدیزادگان ها، ناصر صادق ها، باکری ها از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را اعدام کردند و از همین راه خصلت دست نشاندگی و ضد اسلامی خود را آشکارتر نمودند. رزمندگان مجاهدی رو شهید ساختند که اصالت‌های فکری اسلامی و دید صحیح و انقلابی از قوانین آزادی بخش قرآن تعیین کننده جهت جنبش آنان بوده و مرگ شرافتمندانه خود را لقاء الله می‌دانستند. و این هم نامه منتظری به خمینی در تاریخ 15 صفر سال 1329 هجری قمری برابر با سال 1351 هجری شمسی. خودتون گوش کنید. حضرت آیت الله العظما قدس ظله العالی پس از تقدیم سلام و تحیات به عرض عالی میرساند، چنانچه اطلاع داری عده زیادی از جوانهای مسلمان و متدین گرفتارند و عده‌ای از آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفتند. تسلط آنان نسبت به شعائر اسلامی و اطلاعات وسیع و عمیق آنان بر احکام و معتقدات مذهبی معروف و مورد توجه همه آقایان و روحانیین واقع شده است و بعضی از مراجع و جمعی از علمای بلاد اقداماتی برای تخلص آنان کردند و چیزهایی نوشته شده. به جا و لازم است از طرف حضرت عالی نیز در تأیید و تقویت و حفظ دماء آنان چیزی منتشر شود. این معنی در شرایط فعلی ضرورت دارد، چون مخالفین سعی می کنند آنان را منحرف قلمداد کنند. البته
کیفیت آن بسته به نظر حضرت عالی است. در خاتمه از حضرت عالی ملتمس دعای خیر می باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسین علی منتظری. خمینی تو جواب این نامه چیکار کرد؟ سکوت. البته خمینی پرت افتادگی و پایین اومدن موقعیت خودش رو میدید، اما با وجود این به رغم هشدارهای بقیه آخوندها کاری جز سکوت نمیتونست بکنه. چراشو رحمان میگه. چون ماهیتش با مبارزه انقلابی و مقاومتی که مجاهدین شروع کرده بودن هیچ سنخیتی نداشت. آخوند فرصت طلب و مفخوری مثل خمینی کجا؟ مشی مسلحانه و پرداخت بها و شکنجه و فداکاری و شهادت کجا؟ سکوت خمینی یک دلیل دیگه هم داشت که اینو بابک میگه. خمینی اگه میخواست مجاهدین رو تایید کنه در واقع زیراب خودشو میزد، چون تایید صریح مجاهدین یعنی تایید نقش رهبری کننده شون در جنبش اون زمان، یعنی در یک کلام چشم دیدن مجاهدین و اقبال گسترده اونا رو نداشت. حالا با این همه ببینید محبوبیت اجتماعی مجاهدین و فشار افکار عمومی کار رو به کجا کشوند که در نهایت خمینی مجبور شد بدون اینکه اسم مجاهدین رو بیاره فتوای اختصاص دادن یک سوم سهم امام به جوانهای مسلمون و میهندوس رو صادر کنه، که البته در اون روزگار این فقط ویژگی مجاهدین بود. فعلا همین مقدار از بازتاب اجتماعی شهادت بنیانگذاران رو از ما داشته باشید تا بار بعد باز هم در این زمینه صحبت کنیم و از ضربه و ابتلای دیگه‌ای بگیم که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، ضربه اپورتونیست های چپ نما. به امید دیدار و خدا نگهدار.